بعد از ظهر بود که دیگه شلیک شروع کردن به تیراندازی مستقیم به طرف مردم. گزارش شاهدان و ناظران در دومین روز دادگاه مردمی آبان 98 عفو بین الملل مستنداتش از سرکوب خونین معترضان را ارائه کرد. سفر معاون وزیر خارجه ایران به لندن برای پیگیری مذاکرات احیای برجام، بریتانیا پرونده زندانیان دو تابعیتی را هم پیش می‌کشد. Now the two largest economies in the world have agreed to work together to توافق دو ابرقدرت رقیب در جهت مقابله با تغییرات اقلیمی، آمریکا و چین برای کاهش گازهای گلخانه‌ای همکاری می‌کنند. خود وحید نگاهش به محوطه جریمه است، پاس میده، فرار میکنه، موقعیت برای گل ما، موقعیت، یه ضربه به اونجا بازیکن برخورد کرد، توی دروازه، توی دروازه، باری کلا شیر بچه‌ها. و پیروزی نفسگیر تیم ایران بر لبنان در مسابقات انتخابی جام جهانی. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. در دومین روز دادگاه بین المللی مردمی آبان در لندن، عفو بین الملل گفته برپایی این دادگاه پیامی برای بیدار شدن تمام اعضای سازمان ملل متحد است. این دادگاه که به مدت 5 روز برگزار می شود به بررسی سرکوب خونین اعتراضهای 2 سال پیش در ایران می پردازد. قرار است شهادت 10 نفر از جمله خانواده های جان باختگان، کادر بیمارستان و معترضان در این دادگاه شنیده و ثبت شود. پیشتر هیئت دادستانی این دادگاه غیررسمی 10 نفر از مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت متهم کرده بود. همکارم مریم افشنگ از جزئیات روز دوم برگزاری این دادگاه به ما گفت. بسیار متنوع هست، از ماموران امنیتی، از کسانی که کادر درمانی هستند، از کسانی که عزیزانشون از دست دادن، زخمی شدن. من فقط یک توضیح قبل از اینکه بخوام شروع کنم بگم، این شاهد برای اینکه خیلی از شاهدایی که به خصوص دارن از ایران میان، چهره‌هاشون پوشیده شده است و با شماره ازشون نام برده میشه. این شاهد افسر پلیسی بود که 60 نفر تحت امرش بودن، شمارش در این دادگاه 195 بود و همونطوری که شنیدید توضیح داد که چه اتفاقی براش افتاده و در زندان صحنه در واقع براش در سلول انفرادی آگهی فوت عزیزانش رو برده بودن که و گفته بودن اینها در تصادف کردن در جاده و کشته شدن، یعنی تحت شدیدترین فشارهای روحی بوده در زندان و گفت که به این دلیل که حاضر به تیراندازی نشده به معترضان به 5 سال زندان محکوم شده. شاهد دیگری اومد باز با عدد که گفت روی ویلچر هست، تیر خورده بوده و به زندان وقتی به بیمارستان رفته خیلی بهش رسیدگی نشده. گفت در زندان نزدیک 15 نفر رو دیده که فقط 1 نفر از اونها کمر به پایین تیر خورده بودن، بقیه همه کمر به بالا تیر خورده بودن. خودش از ناحیه بازوی چپ تیر وارد ریه شده و قطع نخا شده و الان همچنان روی ویلچر. گفت شکایت کرده، شکایتش به جایی نرسیده و گفتن که در نهایت بار دوم که شکایت کرده گفته از نیروی انتظامی، گفته نه نیروی انتظامی نبوده و باز که شکایت کرده نهایتاً گفتن پرونده مختوم است. این دادگاه نشون میده که خیلی از کسانی که شکایت بردن به مجامع قضایی در ایران به هیچ جایی نرسیده خواسته هاشون، چه کسانی که عزیزانشون کشته شدند، چه کسانی که زخمی شدند، تیر خوردن یا بازداشت شدند و مورد شکنجه قرار گرفتن. مریم افشنگ بود، همکارم از محل برگزاری این دادگاه با ما صحبت میکرد. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر از وین با ما هستن. آقای نایب هاشم، برگزار کنندگان این دادگاه اون رو محلی برای جستجوی حقیقت دونستند. برگزاری چنین دادگاهی برای این دلیل چقدر میتونه مهم باشه؟ با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما، قطعا میتونه مفید باشه. همجور که میدونیم حقیقت‌یابی مرحله اول دادخواهیه و باید این دادگاه در واقع پیش درآمد دادگاه‌هایی هست که بعداً
برگزار خواهد شد. این دادگاه مقدماتی در این ارتباط و خب قضات برجسته دادگاه که کارشناس هستند مجموعه مسائل و مجموعه شواهد رو بررسی میکنن و حکمی بر مبنای اون میدن به صورت مستقل و بی‌طرفانه که انتظار میره مدتی هم طول میکشه تا به خوبی تمام این مسائل رو در کنار همدیگه بگذارن. هر کدوم از شاهدان زاویه ای از اون حقیقت رو طرح میکنن و دادگاه در مجموع این پازل رو میشه گفت در کنار همدیگه میذاره و یک تصویر هرچه دقیق تری از آنچه که گذشته در آبان 98 ارائه خواهد. اولین دادگاه مردمی در سال 1966 به ابتکار یک سری از فیلسوفان بریتانیایی و فرانسوی برای رسیدگی به حمله نظامی آمریکا به ویتنام برگزار شد و خب چنین دادگاه‌هایی به تبعیت از چنین اقدامی داره صورت میگیره. فکر میکنید در مورد کشورهایی مثل ایران که مردم حق دسترسی آزاد به عدالت رو ممکنه نداشته باشن اونطور که در این دادگاه مطرح میشه، چقدر این دادگاه ها میتونه در بلند مدت کمک کننده باشه؟ کاملا تاثیرگذار هست. میدونید که چند سال پیش در ارتباط با کشتار بزرگ سال 67 در ایران دادگاه ایران تریبونال تشکیل شد، بسیار مشابه همین دادگاه مردمی که الان برقرار هست و حالا میبینیم که در دادگاه نوری چگونه استناد میشه به اون مشاهدات و گزارش هایی که شاهدان دادن، شاکیان در اون دادگاه دادن و کار رو تسهیل میکنه در رابطه با یک دادگاه واقعی که دادگاه آقای نوری هست. در رابطه با مسائل مختلف هم درسته که در ابتدا سارتر و راسل این دادگاه مردمی رو تشکیل دادن ولی بعد از اون دادگاه های عدیده ای تشکیل شده در فاصله این 5 سال و بسیاری از کشورهای جهان سوم هم و مسئولان این ناقضان حقوق بشر در اون کشورها مورد محاکمه قرار گرفتن و خب بعدا در موقعی که دوران گذار دوران واقعی در واقع عدالت انتقالی ایجاد شده از دستاوردهای این دادگاه استفاده شده و کسانی که خب این جرائم شدید رو مرتکب شده بودن، جنایات بزرگ رو مرتکب شده بودن در دادگاه‌های واقعی و چه ملی چه بین المللی مورد محاکمه قرار گرفتن. بنابراین کاملا این دادگاه تاثیرگذار هست و امیدواریم که همونجوری گفتم تصویر هرچه کاملتری ایجاد بشه و حکم عادلانه توسط قضات بی‌طرف و کارشناس و برجسته داده بشه. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر از وین، متشکرم از شما. ممنون از شما. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در ادامه سفر اروپاییش به لندن آمده. علی باقری کنی پیش از این در فرانسه و آلمان توقف داشت. گفته شده هدف او گفتگو با مقام‌های بریتانیا درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای و همچنین مذاکرات احیای برجام در وین است. بریتانیا هم موضوع آزادی اتباع زندانیش در ایران را پیگیری می‌کند. بارون عباسی گزارش می‌دهد. علی باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران در لندن، سومین ایستگاه در سفر اروپاییش بعد از دیدار با مقام‌های همپایه در فرانسه و آلمان. موضوع مذاکرات احیای توافق هسته‌ای که از زمان تغییر دولت در ایران متوقف شده. گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا با حضور دیگر اعضای برجام. گفتگوهایی که 6 دور آن در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در رسیدن به توافقی نهایی ناکام ماند. طرفهای اروپایی می‌خواهند مذاکرات از همان نقطه توقف از سر گرفته شود. ایران اما مخالف است. ما مذاکرات هسته‌ای نداریم. چون موضوع هسته‌ای در سال 1394 در قالب توافقی که بین ایران و پنج به علاوه شکل گرفت، در واقع به طور کامل عرض به حضور شما که توافق حاصل شد. موضوع اصلی که الان ما پیش رو داریم پیامدهای ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق برجام هست که اون پیامدها فقط منحصر به موضوع تحریم‌های غیرقانونی است که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده. کشورهای باقی مانده در برجام قرار است تا کمتر از 3 هفته دیگر به وین بازگردند. با این حال تا زمانی که ایران حاضر به مذاکره با آمریکا نباشد به نظر نمی‌رسد پیشرفتی حاصل شود. حضور باقری کنی در لندن اما فرصتی است برای فشار بر ایران برای آزادی زندانیان ایرانی بریتانیایی.
بینشان نازنین زاغری رکلیف که همسرش 19 روز است در مقابل وزارت خارجه بریتانیا احتساب قضا کرده. من از دولت انتظار دارم که خیلی مستقیم و بی‌پرده با مقام‌های ایران صحبت کنند تا گشایشی حاصل بشه. بعد از گذراندن یک دوره 5 ساله در زندان، جمهوری اسلامی پرونده تازه‌ای علیه نازنین زاغری گشوده و او را دوباره به زندان محکوم کرده. آقای رکلیف میگوید ایران همسرش را برای وصول طلب 400 میلیون پوندی از بریتانیا گروگان گرفته. پولی که دولت پهلوی برای خرید تانک به بریتانیا پرداخته بود، اما با وقوع انقلاب این تانک‌ها تحویل داده نشد. ما خواهان اقدامات جدی در دو زمینه هستیم. می‌خوایم بدونیم موضوع بدهی به کجا رسید. نازنین به خاطر همین بازداشت شد. باجوهاش واضح بهش گفتن دلیل زندانی شدنش همینه. نخست وزیر خیلی وقت پیش وقتی وزیر خارجه بود قول داد این پولو پرداخت کنه. نکته دیگه این که دولت نشون بده واقعا در تلاش شهروندان بریتانیایی رو به خونه برگردونه و ما رو به آمریکایی‌ها گره نمیزنه. این روند خیلی ساده ایه. روندی که بعد از سالها تلاش بی نتیجه مانده و همسر نازنین زاغری را به تحمل گرسنگی برای رسیدن به عدالت واداشته. باران عباسی، BBC. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در دومین روز دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن، شاهدان و ناظران مستنداتشون از سرکوب خونین معترضان را به دادگاه ارائه کردند. معاون وزیر خارجه ایران در ادامه دیدار با مقام‌های اروپایی درباره مذاکرات احیای برجام به بریتانیا آمد. در ادامه برنامه، پیروزی نفسگیر تیم ایران بر لبنان در مسابقات انتخابی جام جهانی. چین و آمریکا توافق کردند برای مقابله با گرم‌تر شدن زمین همکاری کنند. این توافق مهم در همایش جهانی تغییرات اقلیمی در شهر گلاسکو بریتانیا حاصل شد. قرار شده این دو ابرقدرت اقتصادی و رقیب سیاسی که بزرگترین آلاینده‌های جو زمین هستند برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و محافظت از جنگل‌ها با هم کار کنند. سازمان ملل و اتحادیه اروپا از این خبر استقبال کرده و گفتند می‌توانند راه را برای حرکت‌های بزرگتر هموار کنند. علی خردپیر گزارش می‌دهد. توافق چین و آمریکا بر سر همکاری برای مقابله با تغییرات اقلیمی اینجا در گلاسکو، بیانیه مشترک و تاریخی دو رقیب بزرگ در زمانی که فضای دیپلماسی پرتنش است، اتفاقی که به ندرت می‌افتد. تلاش برای محدود کردن گرمایش زمین به 1.5 درجه سانتیگراد. چین و ایالات متحده درباره تغییرات اقلیمی توافق نظرشان بیشتر از اختلافشان است و هر دو طرف به این پتانسیل بزرگ برای همکاری می‌بالند. هنوز دو روز به جمع‌بندی کنفرانس تغییرات اقلیمی گلاسکو باقی است و ما امیدواریم که این بیانیه مشترک به موفقیتش کمک کند. توافقی در چارچوب پیمان تغییرات اقلیمی سازمان ملل برای کاهش تولید گازهای متان و دیوکسید کربن، محافظت از جنگل‌ها و کنار گذاشتن تدریجی زغال سنگ. گرچه تردیدها درباره چین در پرسش خبرنگاران بازتاب داشته. چین پذیرفته که تمام تلاشش را برای سرعت بخشیدن به این کارا صرف کند و من امیدوارم که در طول کارمان مشخص شود که می شود این کار را بسیار زودتر انجام داد. تعهد چین به کاستن از تولید گازهای گلخانه‌ای در حالی است که اقتصاد این کشور شتابان می‌تازد و نیاز آن به منابع انرژی رو به افزایش است. سهم چین و آمریکا از انتشار دیوکسید کربن در جهان سالانه بیش از 40% است و البته چین بیش از 2 برابر آمریکا. با نزدیک شدن به پایان نشست گلاسکو، توافق نهایی در دست تهیه است و حدود 200 کشور باید پایش را امضا کنند. توافقی که در طرح اولیه‌اش حرف از حذف تدریجی زغال سنگ به میان آمده. تنها در هفته‌ای که گذشت تولید روزانه زغال سنگ در چین رکورد نزدیک به 12 میلیون تن را شکست. اقدامی برای پیشگیری از کمبود سوخت در زمستان. در پس تمامی گفتگوها و توافقها آنچه در واقعیت رقم می‌خورد احتمالاً بسیار کندتر از چیزی است که مدافعان محیط زیست انتظار دارند. علی خردپیر، BBC.
و در حالی که رهبران جهان در گلاسکو جمع شدند تا درباره چگونگی کنترل تغییرات اقلیمی صحبت کنند، شواهد جدید نشان می‌دهد این تغییرات پیامدهای وسیع در آفریقا به همراه داشته، از جمله چندین مورد خشکسالی و سیل در این قاره. بانک جهانی می‌گوید خشکسالی‌ها در دهه گذشته 3 برابر شده و بخش‌هایی از آفریقا 7 سال است که قطره‌ای باران به خود ندیده. اما آفریقای جنوبی راهکارهای خاصی برای مقابله برگزیده. گزارش اندرو هاردینگ رو ببینید. در کوههای اطراف کیپ تاون نبردی برای ذخیره کردن آب باران در جریان است. این افراد روی صخره‌ها دنبال درخت‌های غیر بومی می‌گردند تا آنها را از بین ببرند. درخت‌هایی مثل کاج. دلیلش این است که درختان کاج همیشه تشنه‌اند و 1/4 آب‌هایی را که قرار است به سفره‌های زیرزمینی کیپ تاون برسد می‌مکند. هر درختی که از بیخ بریده می شود به معنای آب بیشتر برای انسان هاست. کمی دورتر از شهر، بدترین خشکسالی 100 سال گذشته خود نمایی می کند. این بدترین خشکسالیه که دیدی؟ قطعاً، با فاصله قطعاً. خیلی ها تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت بشر را مسئول این صحنه ها در شرق کیپ تاون می دانند. حیوانات وحشی با ناامیدی در جستجوی غذا به مزارع می آیند. اما اینجا 7 سال است که تقریباً باران به خود ندیده. خیلی وقتا نمی خوام با آینده فکر کنم. تقلا می کنم که فقط امروز رو سر کنم. آینده برای ما کشاورزا تیروتاره. و حتی در شهرهای اینجا این تصاویر سراسیمه شدن مردم است، وقتی که یک خیریه با تانکر برای ساکنان آب می آورد در جایی که شیرهای آب ماهاست خشکند. شرایط این خانواده ها ناامید کننده است، اما واقعیت اینه که علت این ماجرا نداشتن برنامه، مراقبت نکردن از زیرساخت ها و نبود سرمایه گذاریه. در این منطقه حدود 40% ذخایر آبی به خاطر نشتی لوله‌ها هدر می‌رود. و دلیلش ضعف مدیریت زیرساخت‌ها و فساد است. حالا کل قاره با این مشکل روبروست. چالش مدیریت بهتر و منصفانه‌تر آب. چون افزایش خشکسالی‌ها نشان از شرایطی است که بدتر می‌شود و وقتی برای تلف کردن باقی نمانده. اندرو هاردینگ، بی‌بی‌سی نیوز، ساوت آفریقا. و همکارم سیاوش اردلان از گلاسکو با ماست، جایی که رهبران جهان درباره چگونگی کنترل تغییرات اقلیمی صحبت کردند و به توافق‌های تازه‌ای رسیدن، از جمله بین آمریکا و چین. بیشتر به ما بگو سیاوش، به اهمیت این توافق. اهمیتش خیلی زیاد از ناجیه، برای اینکه این دو کشور مجموعا نزدیک به 40% گازهای گلخانه‌ای رو تولید می‌کنند و پیشتر به خاطر اختلافات دیگری که آمریکا و چین داشتند، دولت چین گفته بود که ما همکاری‌های اقلیمی رو انجام نخواهیم داد با آمریکا تا وقتی تمام اختلافاتمون حل نشه. هرچند آمریکا میگفت بیاید بحث تغییرات اقلیمی رو که مربوط به همه کره زمین و بشریت میشه بذاریم کنار. به نظر میاد که چینی‌ها این کار رو کردند و این در نتیجه نزدیک به 30 ملاقات پی در پی بود که جان کری، نماینده امنیت ملی آمریکا در امور تغییرات اقلیمی، با مقامات چینی پیشتر داشت تا نهایتاً تونستن در دقیقه 90 این مذاکرات اینجا در گلاسکو بین همه کشورهای دنیا یک روحیه امیدواری رو تزریق بکنن. چرا که دانشمندان بعد از نگاه کردن به پیشنویس اون بیانیه نهایی که قرار هست از دل این کنفرانس 2 هفته‌ای بیرون بیاد، خیلی امیدوار نیستن. میگویند که بسیاری از این موارد که در پیشنویس راجع بهش صحبت شده برای مهار گرمتر شدن زمین کافی نیست، اما همه از توافق چین و آمریکا استقبال کردن، چون میدونیم توافق چین و آمریکا و همکاری این دو قوله بزرگ اقتصادی بود که ما در سال 2015 دیدیم که توافق پاریس حاصل شد. بدون همکاری این دو کشور امکان نداشت جهانیان بتونن این توافق بزرگ رو برای مهار گرمتر شدن زمین حاصل بکنن. برای همین کافی نیست، ولی یک گام مهم تلقی شده. سیاوش، نقش کشوری مثل ایران در این نشست چه بود؟ ایران می‌دونیم که صحبت کرد در مورد برداشته شدن تحریم‌ها برای اینکه به این کشور کمک کنه مقابله بکنه با تغییرات اقلیمی.
بله، نماینده ایران دیروز یک سخنرانی داشت و بعد هم مصاحبه ای انجام داد با بخش جهانی بی بی سی تا انعکاس بده این موضع ایران رو و جهانیان رو توجه بده به اینکه مسئله ایران مسئله منحصر به فردی هستش، علاوه بر اینکه مثل خیلی از کشورها ایران تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته، علاوه بر اینکه مثل خیلی از کشورها مشکلات و سوء مدیریت و فساد زیادی رو داره در اداره منابع طبیعی خودش، اما مشکل تحریم ها رو هم داره. ولی این زیاد بازتاب اینجا بین هیئت‌ها نداشت، برای اینکه ایران اون وزن و جایگاهی رو با توجه به اینکه در لحظه آخر تصمیم گرفت به این کنفرانس بیاد و اون هیئت ایرانی هم از دولت جدیدی هستن که آشنایی ندارن با بقیه هیئت‌های مذاکره کننده، بعید هست بتونه ایران نفوذی داشته باشه، اصلا جایی راجع به مسائل خودش بتونه در این میان باز بکنه. اما مواضع ایران بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت، خیلی از کشورهایی که آسیب دیدن از تغییرات اقلیمی جلب توجه شدن نسبت به مسئله تحریم‌ها در ایران و اینکه چجوری مسئله گره خورده با اونچه که ایران همکاری‌های اقلیمی خودش مینامه. اما خیلی از جریانات راستگرا در آمریکا در واکنش به این گفته‌های نماینده ایران، اون جریاناتی که خودشون طرفدار تحریم هستند و طرفدار خروج آمریکا از توافق پاریس و مخالف همکاری‌های اقلیمی ایران، گفتن که این مسائل نباید باعث بشه که ما بخوایم نسبت به بحث تحریم ایران تجدید نظر کنیم. متشکرم. سیاوش اردلان از گلاسکو بریتانیا با ما. وزیر امور خارجه پاکستان در نشست ترویکا پلاس هشدار داد افغانستان در آستانه سقوط اقتصادی قرار دارد. او از جامعه جهانی خواست فوراً کمک‌های مالی به این کشور را از سر بگیرند. نشست ترویکا پلاس در اسلام آباد با حضور دیپلمات‌های از آمریکا، چین، روسیه و نمایندگان طالبان برگزار می‌شود. قرار است دیپلمات‌های این کشورها با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان هم دیدار کنند. بخشی از حرف‌های محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان را بشنویم. The engagement with Afghanistan must not only continue, but should be enhanced for multiple reasons. Nobody wishes to see a relapse into civil war. No one wants an economic collapse that will spur instability. Everyone wants خیلی معذرت میخوام، صحبت‌های محمود قریشی رو میشنیدیم ولی ترجمه نشده بود به زبان فارسی. خیلی عذر میخوام از این بابت. در بخش‌های بعدی خبر این مطلب رو دوباره برای شما به صورت درست پخش خواهیم کرد. ولی تیم ملی فوتبال ایران در آخرین لحظات یک مسابقه هیجان انگیز موفق شد لبنان رو شکست بده. در بازی‌های انتخابی جام جهانی در گروه آی قاره آسیا، تیم ایران در استادیوم سیدای بیروت در حالی که 1-0 از لبنان عقب افتاده بود، در نهایت 2-1 برنده شد. گل‌های ایران رو سردار آزمون و احمد نوراللهی در دقایق 90 به اضافه 2 و 90 به اضافه 5 به ثمر رسوندن. در مسابقه دیگر گروه کره جنوبی 1-0 امارات رو برد و بعد از ایران 13 امتیازی با 11 امتیاز بعد از ایران 13 امتیازی با 11 امتیاز در جایگاه دوم گروه قرار گرفت. ایران سه شنبه آینده با سوریه در اردن بازی میکنه. پوریا ژافره اینجا در استودیو با منه. پوریا، داشتم اون قسمت 90 به اضافه 2 90 به اضافه 5 رو به تو نگاه می‌کردم درست گفتم یا نه. تو خیلی هیجان زده بودی وقتی که ایران داشت برنده میشد، اینجا بودی در استودیو با ما، به ما بگو در این بازی چه گذشت و چرا اینطوری شد. همون قسمت اتفاقا قسمت کلیدی داستانه. 90 به علاوه 2 و 90 به علاوه 5 نشون میده که بازی تموم شده، در وقتهای تلف شده هستیم. 2 دقیقه و 5 دقیقه وقتی گذشته بود، کلا 5 دقیقه وقت تلف شده اعلام شده بود و ایران تونست تو اون فاصله هم بازی رو مساوی بکنه و بعد هم بتونه بازی رو ببره که واقعا اتفاقی استثنایی هست با توجه به جریان بازی. این الان این گل سردار آزمونه تو دقیقه 90 به علاوه 2 و بعدش هم لحظاتی بعدم فکر کنم که تصویر اون یکی هم آماده باشه. آره دیگه، واقعا روی اتفاق هم هست. اینجا یه دفعه توپ میخوره به دفاع لبنان، میفته جلو پاش که میتونه گل مساوی رو بزنه. چون ایران درست فرصت داشت ولی که فرصت اونجوری یکی دو تا توپ بودش که دروازه‌بان لبنان گرفت، ولی که کلا روز خیلی خوبی نبود برای ایران به خاطر اینکه اونجوری که دلش میخواست نمیتونست موقعیت ایجاد بکنه. این هم دقیقه آخرین لحظه بازیه که این توپ برمیگرده و اینم احمد نوراللهی که
دیگه باور نکردنی، اینجا 2-1 برنده مسابقه میشه ایران با این ضربه، و بلافاصله بعدش هم داور سوت پایان رو میزنه دیگه. این نیمکت ایران هم میبینید از واکنش اینا، از خود هیچ کس واقعا باورش نمیشه بیرانوند اومده اونجا که با اونا جشن بگیره. یعنی واقعا هیچ قیافه های بازیکنان هم که نگاه میکنید میبینید که چقدر خوشحالن، انگار که برزیل آوردن ولی لبنانه با تیم روبرو. مسئله اینه که انقدر دراماتیک بود و هیجان انگیز بود داستان، حالا میتونه کمک زیادی بکنه به تیم ملی از نظر اینکه خب بالاخره وقتی که جدول رو میخوای نگاه بندازیم، جدول رو فکر کنم که هنوز نتونستیم که این رو بروز بکنیم، ولیکن با این شرایط ایران تو موقعیت بسیار مناسبی قرار داره. مثلا اینکه لبنان تیم سوم گروه با 5 امتیاز، ایران 13 امتیاز داره، میشه 8 امتیاز اختلاف، و اگه که بازی روز سه‌شنبه خودش جلوی سوریه رو بتونه ببره 16 امتیازی بشه. بعد تو اون همون روزی که داریم صحبت میکنیم تیم‌های لبنان و امارات که برای سوم شدن تو گروه با هم دیگه بازی خواهند کرد، و ایران یه دفعه تعداد اختلاف امتیازش جوری میشه که چون الان بازی سه‌شنبه که برگزار بشه دیگه بازی‌ها تعطیل میشه تو سال 2021، برمیگردیم در بهمن ماه در فوریه 2022 که بهمن ماه امسال هست، در زمستون امسال بازی‌ها از سر گرفته میشه، و اینکه ایران اونجا شاید دیگه فقط یکی دو تا امتیاز احتیاج داشته باشه که صعود خودش رو حتمی بکنه. با وجود اینکه شانس ایران برای صعود خیلی افزایش پیدا کرد، از این بازی که امروز دیدیم به غیر از اون دقیقه به علاوه 2 به علاوه 5 چقدر میشه واقعا مطمئن بود که ایران بازی‌های پیش رو نتیجه‌اش رو دلخواه باشه براش؟ این نمایشی نبودش که دوست داشته باشن طرفدارای تیم ملی ببینن از تیم ملی. واقعا اونا انتظارشون اینه که جلوی یه تیم مثل لبنان، ما دیشب تو برنامه 60 دقیقه با خبرنگار لبنانی مصاحبه کردیم، میگفت با شرایطی که لبنان الان توش قرار داره، بازی که میان این ساعت روز وسط روز برگزار میکنن به خاطر اینکه معلوم نیستش که برق کافی تو استادیوم وجود داشته باشه، و بعد دست به دعا بشن که هوا ابری نباشه که بشه فوتبال بازی کرد تو استادیوم بدون استفاده از نورافکن‌ها. یعنی با این شرایطی که وجود داره واقعا نباید اینجوری جلو لبنان به درد سر بیفته تیم ملی. ولی الان مسئله اینه که نصف بازی‌های دور رفت، نصف بازی انجام شده، دور رفت تکمیل شده، و ایران یعنی که اگه از اول مسابقه به ایران میگفتن که شما قرار 13 امتیاز بگیری از 5 تا مسابقه، همه قبول میکردن اینو، میگفتن که بدون بربرگشت این چیزیه که مد نظرشون هست، و ایران خیلی خوب تونسته اختلاف ایجاد بکنه. بنابراین یه خورده برای خودش حاشیه امنیت ایجاد کرده که اگه که لغزش پیدا بکنه، اگه که اتفاق بدی بیفته امتیاز دست بده، باز فرصت برای جبران هست. واقعا تو این شرایط آدم فکر میکنه که ایران و عربستان تیم‌هایی هستن که از آسیا صعودشون به جام جهانی 2022 قطر حتمی هست. متشکرم از تو پوریا جعفری اینجا در استودیو با ما. مرسی به پایین این بخش خبر، ممنون از همراهیتون با بی بی سی فارسی.